اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری. صبح خانه سفر کردم به در بدری، به شام تلخ و سیاه و غریب بی خبر. وطن به چنگ هیولای نایب مهدی، منم به غربت با یاد خانه بدری. کجا شدن حریفان روز و شام وطن؟ چه رفت بر وطن سرفراز سر به سر؟ به دار کین ولایت کلان کلان کشتن، گهی به خاور میهن گهی به باختن. بدان که فصل سیاه ولایت آخر شد، به آتشی که بسوزد ترانچه خوشبو. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 13 شهریور ماه 3 سپتامبر، به شما سلام. منتظر مهمان عزیزم، کاملا مخلص شما هستم، زیادی هم حرف نمی‌زنم. اما دو تا نکته بعد. یه نکتهش دلمو به درد و ایران فردا امکانات مالی نداره. ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریفه بود. و حریفامونم رفقامونم همه همینجوری هم. باور کنید با نهایت عشق، محبت و دوستی با ما مشارکت بکنم. دکتر سازگاری بودن روی اول با ما بود. اما وقتی یه دوست من، یک عزیز من که هزار سال رفیق من، من تلفن میزنه برای برنامه دعوتش بکنه، میگه من با فلان تلویزیون تا آخر سال قرارداد دارم، نمیتونم. قرارداد یعنی چی؟ دوستانی که تو تلویزیون ایران فردا هستن تا حالا به یاد ندارم من گفته باشم جای دیگه حق ندارید برید. آدمی رو که خودم آوردم ساختم اینجا از داخل ایران میره جای دیگه، من بهش ایراد نمیگیرم، چون حق ندارم. حتی اگر کسی باشه که حالا در حد مختصر و معدودی اینجا بر سفره ما باشه، من به خودم اجازه نمیدم. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی که تو به دهن یکی رو ببندی بگی تو جای دیگه نمیتونی بری؟ یعنی چی؟ شما حق نداری تلویزیون دیگه بری. اگر اینجا میای من هفته 200 پوند بهت میدم، تو دیگه حق نداری اونجا. مهندس شریعت مداری گفته بود خجالت بکشید، مشارکت من با پول سنجیده نمیشه. من با نوری‌زاده 40 رفیق، میخوام بگم بهتون همکاران عزیز من، رعایت این نکات رو بکنید. این بسیار زشته در عمل ما. من ایمان دارم به دموکراسی و آزادی اندیشه. همکارانم میدونن محال تالا من یک کلمه ای رو سانسور کرده باشم. دو اصل طلایی دارم که بهش اعتقاد دارم، همکارای من هم. این یک. دوم این که امروز دومی سال درگذشت مردی است که من بسیار بهش ارادت داشتم، دکتر احسان یارشاطر. این بزرگ مردی که با ایرانیکا در واقع نام و اعتبار و یاد و تاریخ ما رو جاودانه کرد در جهان.
به روانش درود میفرستم. این بزرگمرد رو بسیار دوست داشتم و بسیار به من محبت داشت. بارها مقالات من که در کیهان منتشر میشد میخون، زنگ میزد به من و اظهار لطف می‌کرد. و همینطور سال روز در گذشته مهین بانوی آواز دلکش، از او هم یاد کنم که یه وقت دکتر صدالدین الهی حکایت زندگی او رو در درام مصور نوشت، زن آواز طلایی. چقدر زیبا بود این پاورقی. به درودی هم دکتر الهی بفرستم، عمرش دراز باد. حالا میتونم با آسودگی بگم دکتر سازگارای عزیز درود بر شما، خوش آمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز، و تشکر کنم به سهم خودم به عنوان یک بیننده، یک دوست و یک شهروند ایرانی از شما که یاد بزرگان فرهنگ و ادب فارسی، هنر ایران رو گرامی می‌دارید، برای اینکه گرامی داشته بزرگان گرامی داشته خود ماست، گرامی داشته فرهنگ ماست. من یادم سالها پیش، شاید دهه اوایل دهه 70 بود، یک بار مسافرت کرده بودم به آلمان. شب تلویزیون آلمان، آلمانی بلد نیستم، دوست آلمانی ما ترجمه میکرد، اخبارش رسید کانال یک آلمان و اولین خبر یک آلمان این بود که فون کارایان رهبر ارکستر سمفونیک برلین 80 ساله شد، یعنی جشن تولد یک بزرگ ادب و هنر و موسیقی خبر یک آلمان میشه. این خیلی من خوشم اومد، یعنی خیلی درس گرفتم، فهمیدم که کار بسیار خوبی است. ما اگر احسان یار شاطر یا دلکش یا از زندگانمون استاد شجریان یا شعرای بزرگمون، نویسندگانمون که حاضرند و غایبین رو بزرگ نداریم، در واقع خودمون رو بزرگ نداشتیم. اینها هویت ما رو ساختن. من آقای دکتر یارشاطر، آقای دکتر نوری‌زاده، یادم جوان بودم اولین بار لغتنامه دهخدا رو گرفته بودم، خوشحالم بودم. اون یک جلد اولش که مقدمه است، مجموعه مقالاته، از خود علی اکبر خان دهخدا تا استاد معین و دیگران، یک مقاله هم آقای دکتر یارشاطر اونجا در مورد زبان فارسی داره. انصافا لذت بردم، یعنی همون یه مقاله من رو شیفته قلم و ادب و سواد و دانش این مرد کرد. و خوشحالم بگم ما در اون مجموعه دیار جانان که خاطرات هموطنان بهاییمون رو ضبط کردیم که برای سینه تاریخ بماند، بیش از 500 مصاحبه گرفتیم از آزار بهایان در دوره جمهوری اسلامی، چون این بخشی از تاریخ این مملکته که باید بماند تا در آینده تکرار نشود. چون این اتفاقاتی شاید در واپسین ماه‌های عمر آقای دکتر یارشاطر موفق شدیم از ایشون هم یک مصاحبه بگیریم که در آرشیو دیار جانان موجوده، و بسیار من خوشحالم که این ضبط رو هم تو اون مجموعه داریم. بر صورت نه ایشون و انحصار به ایشون، به نظر من همه بزرگان ادب و فرهنگ و هنر و ورزش و دانش و بینش مملکت ما شایسته تکریمن، برای اینکه این تکریم ما رو بزرگ میکنه و به ما یاد میده که ما کجا ایستادیم، کی هستیم و هویتمون چگونه شکل گرفته. به هر حال من به سهم خودم از شما تشکر میکنم که همیشه در این برنامه و برنامه‌های دیگه یاد این بزرگان رو گرامی دارید. اینو مخصوصا آقای دکتر عرض کردم، من که گاهی به من بعضی جوانها مینویسن آقا مثلا یعنی چی شما، حالا آقای دکتر نوری‌زاده یک کسی مرده میاد سالگردش رو مطرح میکنه. فکر کردم این چند کلمه رو بگم که سباز نه سباز. این مرده پرستی نیست، این بزرگداشتیه که بزرگداشت خود ماست و هویت ما رو میده. دکتر سازگارا بذارید حالا که صحبت از اینا بزرگان شد، نوید افکاری چند تا مدال برای ایران آورده؟
چقدر این آدم اون بالا ایستاده که این سرود نحس جمهوری اسلامی را پخش کردن، حالا کاری نداره. ولی این آدم رو میان با یه برنامه سازی، با یه برنامه ریزی به اعدام محکوم میکنه. ندای مادرش بدن منو لرزون، دو برادر نازنینش. شما واقعا فکر میکنید اینا به کجا رسن آقای دکتر سازگار؟ یعنی خامنه ای چی فکر میکنه که با این کار جنون‌آمیز اینجور مردم رو آزار میده؟ بله، این داستان حکم اعدام برای نوید افکاری حتما بینندگان عزیز این برنامه دنبال کردن، اکنون به یک ترند جهانی تبدیل شده. یعنی به بسیاری سازمان‌های بین المللی نامه نوشتن، اعتراض کردن که این جوان قهرمان و پهلوان کشتی ایران رو اعدام نکنید. اتهامی هم که به او بستن این است که در اعتراضات آبان 98 شرکت داشته. دو برادر او رو هم به 54 سال و 27 سال زندان محکوم کردن. هر سه از خانواده تهیدست و کم درآمد جامعه هستند، در شیراز در اعتراضات بودن. و من فکر میکنم دفاع از نوید افکاری و سایر کسانی که آبان 98 اعتراض کردند و با شکنجه از جمله نوید افکاری از اونها اعترافات کذب گرفتن و احکام سنگین میدن، واقعا یکی از اون وظایفی است که به دوش همه ماها و سازمانهای حقوق بشری به خصوص در خارج از ایران که فضای بازتری هست سنگینی میکنه. این رو عرض کنم، دیروز من دیدم سازمان عفو بین الملل بیانیه داده بود و گفته بود که بسیاری دستگیر شدگان آبان 98 به شدت شکنجه شدند و از اونها اعترافاتی گرفتن و خب میبینیم دیگه احکام سنگینی مثل اعدام و حبسای طویل هست. چرا آقای خامنه‌ای و پسرش مجتبی چنین خشونتی عریانی رو دارن اعمال میکنند؟ به قول یکی از رهبران جنبش شیلی، خشونت منطق طرف ضعیفه. برای اینکه ترس دارن، میترسن از اینکه مردم ناراضی، مردم به جان آمده اعتراضشون رو تکرار کنن. و تنها چیزی هم که به عقلشون میرسه اینیست که با خشونت ورزی ترس ایجاد کنن، مردم رو منصرف کنن از اعتراض. اجازه بدید همینجا این رو عرض کنم، من نه بر اساس تحلیل، بر اساس اطلاع عرض می کنم که الان در درون حکومت یکی از جدیترین مباحث حتی در بخشای اطلاعاتی امنیتی حکومتی نیست که میگن الان مثلا اعتراضات کارگری که در اقصی نقاط کشور هست، لااقل در 20 بخش از فقط وزارت نفت و توابعش اعتصاب و اعتراض است، یا در بخشایی مثل نیشکر هفت‌تپه یا زغالسنگ کرمان یا راه آهن در بسیاری شهرها اعتراضات هست، به نپرداختن حقوق ها، به کمی حقوق ها، به فشار زندگی روی دوششون. یکی از بحث‌های جدیشون این است که به اینها اگر حمله کنند، آنچنان که روش حکومت بوده، هجوم ببرند، در بخوان با ضرب و زور اعتصابشون رو بشکنن، مردم اون شهر ممکن است که به پشتیبانی از کارگران به اعتراضات خیابانی دست بزنند و جرقه اعتراض از یک شهر ایران زده بشه، حوادث آبان 98 یا دیماه 96 تکرار بشه. وحشتشون هم این است که میگن در آبان 98 220 شهر کشور، متوسط در شهر 1000 نفر به خیابان آمد و با کشتن 1500 نفر به روایتی 4000 نفر، خود حکومت میگه 300 خورده‌ای نفر، به هر صورت با کشتار قتل عام که هنوز هم ادامه داره و رعب و وحشت تونستند ساکت کنند. خودشون میگن اگر این عدد فقط ضرب بر 2 بشه، یعنی بشه 400 تا شهر، این دفعه شهری 2000 نفر،
بیاد به خیابون، به هیچ وجه دیگه دستگاه سرکوب امکان سرکوب رو نداره. ضمن اینکه ماشین سرکوبشون هم نسبت به آبان 98 توانش باز برآورد خودشون هست که به یک سوم کاهش پیدا کرده، یعنی عناصر گارد ویژه، عناصر که تربیت کردن برای اینکه تو خیابون مثلا یا با کارگرها مقابله بکنن، خود اونها به شدت مسئله دار، خودشون شکمشون گرسنه است. 20,000 تا آدم تربیت کردن که همیشه بعد نصفشون هم در تهران نگه دارن، ولی میدونن که به شدت شکنندن. یا بسیج، پایگاه های مقاومت بسیج طبق تعریف باید 30 نفر باشن که 8 نفرشون هم مخبر محلن و خبرچین محلن. خودشون میگن الان بسیاری پایگاه های مقاومت جمعیتش به نصف کاهش پیدا کرده، نمیان، و مخبرین هم به 4 به نصف یا حتی کمتر از اون کاهش پیدا کرده خبرچین ها. میخوام بگم یا در بقیه دستگاه، حتی در بخش های به اصطلاح ارشدتر، در بخش های تحلیلی اطلاعات، اطلاعات سپاه، خود بیت رهبری، این سوال ها پیدا شده که غلط رفته کشور، مملکت آخرش چی میشه، سرنوشتش چی میشه. و بذارید در یک جمله خلاصه بکنم، به نظر من جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته بحران های مختلفی داشته، بحران انقلاب، جنگ، سرکوب، بحران اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ولی اخیراً در واقع به مجموعه این بحران‌ها یک بحران دیگه اضافه شده و اون بحران رهبریه، یعنی آقای خامنه‌ای که با اصرار در 32 سال گذشته تمام سرنخ ها رو به خودش وصل کرده، در ریزترین کارهای کشور دخالت کرده بدون اینکه مسئولیت بپذیره، سیاست داده، خط داده به همه بخش ها، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تز درست کرده مثل تهاجم فرهنگی، حتی تا شورای ممیزی تئاتر رو خودش تک به تک انتخاب کرده، یا سناریوی فلان سریال تلویزیونی رو خودش خونده، نظر داده، تا این جزئیات دخالت کرده، یا کسایی رو که دستگیر شدن اگر سرشناس بودن خودش در بازجویی‌هاشون نظارت کرده و خط داده به بازجوها. آدمی که تا این حد همه چیز رو به خودش وصل کرده و در همه کار هم دخالت کرده بدون اینکه اهلیتش رو داشته باشه، این آدم الان رسیده به یه جایی که تقریباً که چرز کنم تحقیقاً تمام سیاست ها شکست کرد، تمام سیاست های آقای خامنه‌ای شکست کرد. در سیاست خارجی محور مقاومتش به قول یکی از روزنامه‌نگاران تبدیل شده به محور مقاومت علیه ایران. در سیاست داخلی یک اکثریت مطلق 90 و چند درصدی مردم مخالفشن. در اقتصاد یک اقتصاد داغون و شکسته و بی آینده تمام کشور رو فرا گرفت. در فرهنگ بدتر از این، در دینداری مردم یک سنجش افکاری مؤسسه گمان کرده از بیش از 50,000 نفر به یه چند ماه سنجش کرده، بسیار کار تحقیقی خوبی کرد، نشون میده 80 تقریبا 80% ایرانی ها میگن به خدا باور دارن، ولی تنها 27% میگن به شیعه، شیعه خودشون. بله بله، یه روز یعنی بله شیعه در واقع شناسنامه ای. من نمیگم خوبه یا بده، میخوام بگم حاصل این سیاست های آقای خامنه ای در عرصه دین هم شکست خورد در عرصه. و اون وقت این آدم که در هر بخشی شما دست بگذاری یک شکست بزرگ خورده، حاضر نیست این شکستش رو بپذیره. سهل است کماکان مثل یک قطار زنگ زده روی همون ریل های کهنه اصرار داره که ماشین مملکت رو راه ببره، ماشینی که پیچ و مهرش داره از هم باز میشه. و اون وقت حالا هیچ راه حلی هم نداره، هیچ راه حلی هم نداره. بدترین چیزی که میگم بحران رهبری، مدیر ارشد یک جامعه باید برای مشکلات راه حل داشته باشه، بعد راه عبور از بحران رو به مملکت نشون بده. هیچ راه حلی هم نداره، یک چیز فقط به عقلش میرسه، سرکوب بکنه. یک چیز فقط به ذهنش میرسه.
بنابراین بحران رهبری. بله دکتر سازگار، من مطمئن هستم شما هم با علاقه که دارید و با دنبال کردن سیاست های جهان و منطقه‌ای، سفر ماکرون رو به لبنان و بغداد زیر نظر داشتید. اولا دیدار او با فیروز چقدر زیبا بود، نشان لژن دونو به بانوی نه فقط آواز، وجدان هنری و فرهنگی مشرق زمین دادن و اون طور 1 ساعت و 10 دقیقه در خونش نشستن مثلا فوق‌العاده بود. اما یه دیدار دیگه ایشون در سفر قبلیش 10 دقیقه آقای رعد عضو ارشد حزب الله و نماینده مجلس ازش وقت خواسته بود، 10 دقیقه بهش وقت. حالا اون گفتگو بیرون، آقای مکرون بهش میگه که ما مشکلی نداریم که شما تو حکومت باشید، اما لبنانی باشید. شما نمیتونید نوکر ایران باشید، برای منافع خامنه‌ای فعالیت کنید و بگید لبنانی. آقای مکرون به دولت مدار لبنانی گفت با تمام قوا حمایت، تا اکتبر وقت دارید برنامه ارائه بکنید برای بازسازی لبنان، برای که از این فساد بیایم بیرون و وابستگی. وابستگی حتی قرار بود اسامی رو ماشینیم پشتمون لرزید که اینا قرار بوده توی لیست سیاه قرار بود. در عراق هم ایشون حرفای مشابهی زد، گفت 2 مشکل عراق داره، یکی داعشه، یکی مداخله و مداخلات خارجی هست، و خارجی منظور جمهوری اسلامی بود خیلی روشن. و حتی گفته شد که ایشون هم به دکتر برهمساله رئیس جمهوری و هم به آقای مصطفی کاظمی و هم به رئیس پارلمان به هر سه گوش زد کرده تکلیفتون رو با جمهوری اسلامی روشن. الان هم که شما میبینید آقای خامنه‌ای داره خط و نشون برای امارات میکشه. بله. آیا به گمان شما جمهوری ولایت فقیه کارتی در دستش داره دیگه که بخواد بازی کنه؟ آیا واقعا جامعه بین‌المللی آمادگی رو داره رژیمی که کشتار مسلمانان رو در اویگور و در ارومچی و در سینکیان اصلا نمیبینه اما اشک میریزه برای اینکه امارات خیانت کرد با اسرائیل رابطه برقرار کرد؟ امارات چرا برقرار کرد؟ زمین اشغال شده نداشت. امارات سیاست اسرائیل رو تعدیل کرد. اسرائیل فعلا دست از طرحش برای زمین کردن اراضی رود غرب رود اردن برداشت. و چی میگه سید علی خامنه‌ای؟ چی میخواد از جون مردم ایران و جهان؟ بله خیلی این مطلب که شما فرمودید، دیروز آقای مایک پومپیو هم همین رو انگشت گذاشته بود، به آقای خامنه‌ای گفته بود که به جای اینکه تو که دل میسوزونی برای امارات و اسرائیل و برای امارات خط نشون میکشی، اگه ممکنه بی زحمت یک دفاعی از حقوق اویغورهای چین، مسلمانان چین هم بکن. 40 میلیون مسلمانی که در بدترین شرایط، واقعا آقای دکتر نوریزاده یک فیلمی رو تهیه کرده PBS امریکا، یک نفر رو به اصطلاح اندرکاور از مسلمانان اونجا گیر آورده که برای دیدن خانوادهش از امریکا قرار بوده بره، چون خیلی سخته به اونجا رفتن، ولی با دوربین یواشکی تو اون منطقه چرخیده و فیلم مستند نیم ساعته‌ای درست کرده از وضعیت واقعا شما وقتی این فیلم رو میبینید که شبکه عمومی و پابلیک امریکا PBS تهیه کرده، خون گریه میکنه. یعنی آنچه که حکومت چین داره با ساکنین ایالت سینکیانگ و که مسلمان هم هستن، فرق میکنه هر دینی داشتن در اونجا بودن، رفتار میکنه چیزی در حدود رفتار هیتلر با یهودیان، با واقعا در اون حدود، فقط تو کوره آدم سوزی نمیسوزونشون، گاهی به مراتب بدتر از کارهایی که هیتلر با یهودیان کرد در ممالک مفتوحه مثل لهستان، کارهایی که چین با اینا میکنه گاهی بدتر از این. و اون وقت شما میبینید آقای خامنه ای به دروغ سینه چاک میکنه برای مثلا فلسطینی ها یا حوثی های یمن
اینجا نه فقط ساکته، بلکه دست خونالود آقای شیر رو میفشاره و التماس هم میکنه که چکمه کثیف و نجس آقای شیر رو بیاره بذاره رو خاک ایران. بله. ایشون به نظرم این مطلب که شما گفتید بسیار درسته. آقای خامنه‌ای چی از جون منطقه میخواد؟ والا به نظر من یک فکر مالی خولیایی داره ایشون. تصور میکنه که یک مأموریت الهی داره، اگه راست بگه، تازه در این تصور، چون در جلسات خصوصی گفته که مثلا در مقابل تمدن غربی و مدرنیته که حالا از غرب در اومده ولی یه امر جهانی است، دنیای مدرن یک به اصطلاح تحول بشریه، خواستگاهش از غرب بوده ولی الان به کل بشریت تعلق داره و فکر میکنه که مأموریت داره جلوی این بیست، برگرده به قرون وسطا و به اسم اسلام یه جنگ صلیبی جدید مثلا درست کنه، در حالی که سالهاست قرنهاست بحث جنگ مذهبی رو کنار گذاشته، بشریت به جاش به دموکراسی رو آورده، به حقوق بشر رو آورده، چیزایی که مفاهیمی که آقای خامنه‌ای باش بیگانه است اصلا. سهل است ستیز و دشمنی با این مفاهیم داره. برحال ایشون به نظرم در منطقه یک شکست بزرگ خورده، معلوم شده که به قول سعدی دقل دوستان که میبینیم اگرسانن گرد شیرینی، یعنی بلد. این حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و این تروریستایی که تربیت کرده دنبال پول ایران بود، پول بهشون میداده، ماهی 800 دلار حقوق بهشون میداده، حالا که نمیده دستشون رو گذاشتن رو دستشون نشستن. به همین حماسی‌ها و جهاد اسلامی‌ها تو همین ماجرای حملات مکرر اسرائیل به سوریه و کوبیدن مواضع جمهوری اسلامی و یا انفجار نتنز سفارش دادن که تو اسرائیل عملیات بکنن. خیلی راحت گفتن داداش پول بده تا بریم یه کاری بکنیم. آخرش هم 4 بادکنک درست کردن، فرسادن بره مثلا رو مزرعه. آخه شما رو به خدا ببین، این شد کار شما؟ نه الان آتش بس رو... با اسرائیل با قطر به پولی بهشون داد، آتش بس با اسرائیل قبول کردن. دکتر سازگاری یه درنگ کوتاه بکنیم و برگردیم. بله درنگ کوتاه میکنیم برمیگردیم، حرفای بسیار مهمی داریم که راجبه صحبت کنیم. بریم دلکش بانوی نازنین رو بشنویم در سالروز خاموشی. با درود دوباره به هم ریخت من دلکش. فیلم کیا رستمی، شعر رهی معیری، آهنگ مهدی خالدی. دکتر سازگار واقعا میشه اینا تکرار بشه؟ بله، مادر میهن عقیم نیست از اینکه فرزندان بزرگ بزاید. الان با وجود به قول دوست عزیز ما آقای چالنگی، با وجود همه سختگیری ها، هنرمندان ما مثل گل سنگ از دل سنگ خارا در بر میارن. شما نگاه کنید این همه فیلمساز و آهنگساز و گروه های حتی زیرزمینی و غیره چگونه بالاخره هنر راه خودش رو باز میکنه. بله، خوشحالم جمهوری اسلامی شکست خورد مطلق شکست. بله. از همون روز امروز یه گزارش خوندم، یعنی دیروز خوندم، که این مراسم فیلم سوزان در زمان وزارت آقای خاتمی چقدر دردناک، مثلا تکون خوردن. دکتر سازگار، آقای محمد صد رو من و شما خوب میشناسیم، پسر آقا رضا صد، برادر زاده امام موسی صد، معاون وزارت خارجه، مدتی هم وزارت کشور بود، پدرش هم آقش کرد، من یادم هست. ایشون گفته که این قرارداد با چین بدون FATF موافقتش نمیتونه عملی بشه و گفتم اصلا مجمع باید ورود کنه، ما باید بریم. و چه فکر میکنی الان این حرف رو زده صد؟ به نظرم یه مقداری فنی ایشون نگاه کرده که اگر ایران در لیست سیاه FATF باشه، نه فقط چین، حتی روسیه و بقیه کشورها هم به هر حال در مبادلات پولی و بانکی با ایران دچار مشکل هستن.
و صرف نظر از اینکه حالا چه قرارداد و مبادله شما بخوای ببندی، مسئله بودن در لیست سیاه FATF بسیاری مشکلات برای نظام بانکی ما و مبادلات پولی و بانکی ما داره. البته چینی ها دزدن و خیلی راحت مثل دزد سرگردنه از فرصت تحریم های آمریکا استفاده کردن، پول نفتی رو که ایران طی این سالیان موقع اجازه داشته مثلا تا 600 هزار بشکه 800 هزار بشکه به چین بفروشه روزانه، توی حساب بعد نگه می داشته و اجازه داشته برابر تحریم امریکا فقط برای خرید غذا و دارو به ایران بده. برای بیش از 40 میلیارد دلار پول لستشه. بخش بزرگی از ذخیره ارزی ما که در حساب منعکسه در واقع در چینه، بزرگترین بخشش ببخشید. و اما برای همین خرید غذا و دارو به گفته دوستان بانکی ما چین اشکال تراشی میکنه، مثلا پول رو حواله کنه 500 میلیون دلار 1 میلیارد دلار به حساب بانک سوئیس برای خرید غذا، بعد که تازه با هزار اشکال این کارو میکنه گاهی تا 16% حق وایر کردن و انتقال پول. یعنی دزد سر گردنه، واقعا دزد سر گردنه. و از این حساب بنابراین مشکل چین حالا FATF آقای سعد میگن حرف درستی است، ولی مشکل با چین در واقع بحث FATF نیست، بحث مبادله با حکومت دقیقه وحشی و آدمکشی است که به شهروندهای خودش هم رحم نمی‌کنه و در دنیا کارنامه بسیار منفی داره و غارت و دزدیدن الان در کارنامه شرکت‌های چینی در به خصوص افریقا دیده میشه و بعد هم این دم خرش رو دراز بسته این آقای شی هنوز یه دونه شلوارش دوتا نشده، دنبال اینیست که دنیا رو چجوری تحت سیطره چین در بیارن. خلاصه این طرح وان بلت وان رود ایشون اینیست که مبادلات رو از دست دلار بگیرن، انحصار کنن کارتای اعتباری رو، اینترنت دنیا رو چجوری کنترل کنن. باور کنید که چیزایی یه تصور ایشون که واقعا به نظرم یه وظیفه است و خوشبختانه من میبینم امریکا الان رو در روی چین سفت ایستاده. آقای بایدن هم اگر انتخابات رو ببره فکر میکنم همین راه رو ادامه بده. کار به جنگ تعرفه ها که رسیده، چین تهدید کرده که مواد اولیه دارویی رو که از چین واردات میکنن شرکت های دارویی رو به امریکا خواهد داد. به نظرم تهدید بی جایی است، برای اینکه صنایع امریکا به سادگی این مواد رو تولید کنند. بله بله. آقای دکتر سازگار، اسم بایدن آوردی و انتخابات، قبل از اینکه بپردازم به یه موضوع بسیار مهم که این ملاقات آقای کروبی و حرفاش بوده، راجع به انتخابات امریکا چه گزارش آخری داری که به بینندگان مشتاق ما بدی؟ والا در غیاب مناظره های هنوز به اصطلاح این سخنرانی های انتخاباتی که اگر کرونا نبود الان باید دوتا کاندیدا دور امریکا میچرخیدن و شهر به شهر و ده به ده سخنرانی میکردن، این خب نیست. چیزی که بازارش خیلی گرمه مقابله های اینترنتیه در امریکا، یعنی طرفین الان غیر از اینکه خودشون حرف میزنن پیام‌های کوتاه و غیره، صحنه تماشایی شده برای اینکه هوادارانشون ذیل انواع اسم‌ها فیلم‌های کوتاهی می‌سازن علیه طرف مقابل. مثلا یکی ساخته بودن، امروز من دیدم که آقای بایدن برنامه زنده از نیویورک، بعد گوینده صداش می‌کنه خوابه، داره خورخور می‌کنه. حالا من نمیدونم این صحت داره یا ساختنش، ولی چون آقای ترامپ گفته اسلیپی جو، جوی خوابالود ساختن، یا برعکسش اون طرفی ها این تیکه های حرفای گاهی ابلهانه ترامپ رو سرهم میکنن
و بعد چیزای بانمک میسازن. این عرصه الان در امریکا خیلی داغه، خیلی. و یعنی تالا انتخابات امریکا به نظرم تالا به این شکل نبوده هرگز. نه از این کرده برنامه آقای فروزنده همکارمون رو میدیدم، گفتگوی داشت با شخصیت مورد احترام، ایشون با قاطعیت گفت که بله بایدن برنده است و ترامپ میبازه، من قول به شما میدم. آیا واقعا چنین قطعیتی وجود داره؟ نه نمیشه گفت آقای دکتر. سنجش افکارا البته نشون میده بایدن میبره، ولی ببینید امریکا به دلیل این ساختار رأی الکترال سرنوشت این انتخابات در دست تقریبا 4 تا ایالت خواهد. بله، فلوریدا، بله، بله، پنسیلوانیا، اوهایو و ویسکانسین، تا حدی هم میشیگان، ولی این 4 تا اصلا الان. کالیفرنیا فلوریدا همه نه اون همیشه دموکرات رای میده، یعنی توی محاسبه کاندیدای جمهوری خواه وقتش رو در کالیفرنیا تلف نمیکنه یا در ایالت نیویورک، چون میدونه فایده نداره میبازه. و برعکسش کاندیدای دموکرات نمیره در تگزاس، اگرچه تگزاس یه مقداری لب به لب شده، به اصطلاح نک تو نک شده، ولی خیلی وقتی اونجا نمیگذره. الان اونایی که مطمئنن دموکرات رای میدن یا جمهوری خواه میبرن ایالت ها رو، رای الکترال هاشون رو که جمع میزنیم، مثلا میگم مطمئن نیستم، مثلا 176 تا رای الکترال تو جیب آقای بایدن قطعا هست، 140 و چند تا تو جیب آقای ترامپ قطعا هست. الباقی تا اون عدد جادوی 270 برسن هر کدومشون در گروه این ایالت های سوینگه و به اصطلاح نامعلومه. از همه مهمتر فلوریدا، برای اینکه فلوریدا تعداد رای الکترالش بیشتر از بقیه است و هر کدومشون ببره فلوریدا رو اون یکی بسیار براش سخت، به خصوص چون رای الکترال آقای بایدن همین الان بالاتره مجموع ایالتایی که دموکرات رای میده. آقای ترامپ اگر فلوریدا رو ببازه باختن هر ستای دیگر رو بعد ببره که معلوم نیست و بازم ممکنه ببازه. ولی و فلوریدا در این مدت ها همیشه جمهوری خواه بوده. فلوریدا نه همیشه نبوده آقای دکتر. فلوریدا زمان بوش که بود، زمان بوش یادتون باشه انتخاب اول آقای جورج بوش، انتخابات اول با الگور فلوریدا رسید به دعوا. بله. و رسید به یه جایی چون فرماندار جمهوری خواه بود، دموکرات ها تقاضا کردن ریکانت بشه، بازشماری بشه و دستی دیگه کامپیوتر هم بزنن کنار. نشستن دونه به دونه رأی ها رو، هیئت از دو طرف اومد نشستن دونه دونه شمردن، بعد اعتراض کردن. یه فیلم سینمایی هم بر اساس ساخته شده. بله دیدم. و نهایتاً رسید به سوپریم کورت امریکا که حرف آخر رو البته زد و واقعا با اختلاف اگر حافظم اشتباه نکنه 1000 تا رأی آقای بوش فلوریدا رو برد. در نتیجه اون وقت اون رأی الکترال فلوریدا و تختی رفت سمت بوش، کل انتخابات رو برد. میخوام بگم این نامعلومه. نه من اون قاطعیت دوست عزیزمونی که گفتید حالا حقی هستن ندارم، برای اینکه واقعا بازی سخت و نفسگیریست. بعد میره داخل کانتیا، کانتیا مثل استانهای داخل ایالت ها میمونن و اینا الان یه تکنولوژی پیچیده‌ای داره. خلاصه چجوری این کانتی رو ببرن و مثلا الان پولی که دوتا کاندیدا دارن اگر آگهی اینترنتی یا تلویزیونی درست میکنن برای فلان کانتی که میدونن نامعلومه باید ببرن تا اون ایالت رو ببرن، میبینید آگهی های خاصی میسازن یا سخنرانی های خاصی میگذارن و خلاصه جنگ دیدنی است. در دو تا سازگارا این کمپین های مسافرت ها اصلا به کل متوقف شده، یعنی اینترنت بله متوقفه. بله بله متوقفه. البته آقای ترامپ یه ناپرهیزی کرده، چند تا سخنرانی گذاشته، ولی خب خیلی سر صدا در اومده، از جمله در تولسای اوکلاهاما که ایشون گذاشت در یه سالن. اولا یه تعدادی کرونا گرفتن، ثانیا دموکرات‌ها یه کلکی زدن، اومدن ثبت نام کردن، در واقع بلیطای تمام طبقه دوم سالن رو گرفتن، بعد نرفت، سالن خالی بود.
از این تلکاس در واقع. و تقریبا آقای ترامپ هم چون تریبون رئیس جمهوری هم دستشه به بهانه های مختلف کارش راحت‌تر از بایدنه، برای اینکه به هر حال رئیس جمهور حرف که بزنه خبره و شروع کرده به اینکه چیز میکنه به بهانه های مختلف حرف میزنه به اون طرفی ها لگد میزنه. چون وقتمون داره تموم میشه میخوام راجع به این موضوع آقای کروبی، انتخابات پرشور 1400، آقای کروبی 11 سال در حزب، حالا که یه 4 نفر قدرت الله علی خانی رو دید و 4 نفر دیگه، میاد میگه باید در انتخابات پرشور 1400 شرکت بکنه. واقعا چی میگه آقای کروبی؟ والا من نمیدونم، من مطمئن نیستم آقای کروبی اصلا در چه شرایطی چگونه یه همچین حرفی زده باشه، ولی اگر زده اشتباه بزرگی کرد و یا اطلاعات غلط بهش دادن که نتیجه غلط گرفته، یا اصلا ممکنه سر و دم حرفش رو زده باشن. به هر حال یک چیزی واضحه، اینو نه من بگم، بیشتر از من خود حکومتی ها میگن، انتخابات پیش رو انتخابات بیرمق و خنکی خواهد و پیشا پیش هم اجازه نمیدن که کسی بیاد تو این انتخابات. به قول یه دوست سیاسی ما هم که معتقده، میگه اصلاح طلبام دیگه نمیتونن اون نقشی رو که میمدن تنور انتخابات رو گرم کنن، خودشون گرمایی ندارن که بخوان چیز دیگه ای رو گرم کنن، یه مرده سیاسی شدن و خودشون اون وسطه. یعنی خود سید محمد خاتمی هم اگر صبح بیاد کاندیدا بشه، شور و یه مش فوش هم مردم میخوره و هیچ شوری ایجاد نمیکنه. بر اون طرف هم آقای دکتر آقا مشتبه عزمش جزمه دیگه، این دو گروه بابای مثلا جست این که مردم میان یا نمیان، بلدن عدد میسازن، یاد گرفتن، یه نخوچی اینا جیبشون دارن، کیه نمیدونم، همونو میخوان رئیس جمهور کنن. معلوم شد اون نخوچی پرویز فتا هم نیست، برای این زدنش بله، نه فقط البته او خودش تدارک رئیس جمهور شدن با دوروریاش دیده، ولی زدن تو دهنش، سهل است، دارن براش پاپوش هم میدوزن. همون معامله‌ای که اطلاعات سپاه با دوروریای احمدی نژاد کرد، الان دارن با دوروریای پریز فتا میکنن. یه ظاهرا سید جلیلی هم نیست و یه نخوچی جیب دیگه ای دارن مثل احمدی نژاد دور اول و شیعت کیسهشون بیاد بیرون نمیدونم، ولی مشکل کشور اصلا به رئیس دولت حل نمیشه، مشکل شخص رهبری و نظام ولایت فقیه. پس اونجا تا حل شما الباقی هیچ فایده ای نداره. من و شما از همینجا به مردم تعهد میدیم بایکوت انتخابات به معنی واقعی کلمه، یعنی واقعا از حالا باید کوبید بر تبل بایکوت. این رژیم حتی نباید بتونه تصویر سازی بکنه تو خیابونا، واقعا مردم باید بدونن روحانی به اعتقاد من آقای دکتر سازگارا خنجر آخر رو تو شکم ریاست جمهوری فرو کرد، یعنی اینقدر مردم اعتماد کردن اصلا. بله من اخیراً راستشو بگم دلواپس این آقای روحانی شدم، برای اینکه خیلی ببخشید چرت و پرت میگه. من به نظرم آقای روحانی از تعادل مغزی و روانی خارج شده، یعنی قد این بحرانی که کشور گرفته نیست، قد این حرفا نیست و افتاده به چرت و پرت. هم دیروز دوباره ایشون مردم ما نمیدونم مقاومت کردن چیز کردن، خم به ابرو یک حرفاییشون میزنه اصلا از قبلنا اینجوری حرف نمیزد به نظرم. نه اصلا به قول جوونا قاط زده. روحانی اصلا یک چیزایی میگه که سابق اقلا عقلش میرسید درست حرف میزد. نه این الان حرفی که میزنه اصرارم داره میشه. نه ایران با امریکا در مجامع بین‌المللی درگیر شد و پیروز شد و امریکا رو شکست داد. یه بار تو شورای امنیت که از قبل معلوم بود همه چیش، کجا امریکا رو شما شکست دادی؟ چه شکستی دادی شما؟ اصلا باور کنید کمر ایشون میگه اصلا حالا این کوچیکشه شما میگین. یه در هر موردی تناقض میگه، میاد حرفای یه روز میگه کرونا رو ما اینجوری کردیم، ما بهترین بودیم. یه روز خودش میاد میگه نه 25 میلیون نفر گرفتن. یه روز میگه اقتصاد خیلی خرابه، هیچ راه حلی نداریم. یه روز میگه بعد ما هم
اساساً آقای روحانی به نظر من قبلا هم عرض کردم، ضمن اینکه رئیس ضعیف‌ترین رئیس دولتی بوده که جمهوری اسلامی دیده، ولی این بحران کرونا به طرز آشکاری بزرگتر از قدای آقای روحانی بوده و خودش و دولتش کلشون گفت آب خورد ماهی خورد می‌زد و واقعاً درمونده است، اصلا حرفاش پرت و پلا شده دیگه. ولی باز هم من روحانی رو مقصر اصلی نمیدونم. روحانی به قول خاتمی رئیس دولت تو رئیس جمهور تو مملکت یه تدارکات چیه؟ شخص آقای خامنه ای الان معضل بزرگ کشوره، معضل اصلی کشور ایشون. پیروز ایشون تو شورای عالی مبارزه با کرونا روزه خون، اصلا من پایشم دستم رو گذاشتم رو سرم. یعنی باورم نمیشد یه مجمعی که باید تکنیکالی و روی اصول و ضوابط و ارقام کار بکنه آخه روزه آقای دکتر، آدم ها همون کاری که بلدن رو میکنن. شما از من توقع داشته باشی در کار چه میدونم مثلا تلویزیون دخالت کنم، خب خراب میکنم. اون کاری که بلد نیستم رو باید انقدر شجاعت داشته باشم میگم بلد نیستم و بپرسم. آقای روحانی هم روزه خوندن بلده، هر وری ولش کنی همینو میاد میگه. من اینو هم عرض کنم، حالا فرمودید روزه، به نظرم من سعی کردم دنبال کنم سراسر ایران رو نگاه کنم، برام مهم بود ببینم مردم چه رفتاری کردن. من به نظرم در این ماجرای عزاداری امام حسین امسال علاوه رغم اینکه یک عده مداح و روزه‌خوان و واعظ نادان و یا حتی در حد مراجع نادان حرفایی رو زدن، من حیث المجموعه استثناء بکنم، مردم خیلی خوب برخورد، مردم گوش نکرد، مردم نشون دادن که عقل و شعورشون بیشتر از حاکمینه و راهنماشون بیشتر عقل. هر کی خرجی میداد استثناء بکنه، ولی تقریبا اکثریت جاها کردن ظرف یه بار مصرف و مستقیم بردن دادن به فقرا. بله. هر کس خب ما اگر بود با فاصله و امثالو ما وقتمون تموم شد. ببخشید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی به اتفاق دکتر محسن سازگارا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود.